حدود دو هفته پیش خانواده دلیلی با تحصن در برابر کاخ سفید در واشنگتن از دولت آمریکا خواستند تا پرونده شهاب دلیلی شهروند زندانی در ایران را پیگیری کنند. ناهید و داریان دلیلی از حدود یک هفته پیش تحصن خود را مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا ادامه دادند و در این مدت غزال شارمت، فرزند جمشید شارمت، دیگر شهروند زندانی در ایران نیز به جمع آنان پیوسته. عصر روز پنجشنبه ایرانیان ساکن پایتخت آمریکا نیز در حمایت از خانواده شهروندان زندانی در ایران مقابل وزارت خارجه دست به تجمع زد. اینجا ساختمان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا است و حالا دو هفته از تحصن خانواده دلیلی مقابل این ساختمان و یک هفته از تحصن غزاله شارمت در این ساختمان جلوی این ساختمان میگذره. هر دو این دو خانواده کسانی رو دارن که در حال حاضر در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن، اما امشب مردم هم به این جمع پیوستن، شمع روشن خواهند کرد و از دولت آمریکا خواهند خواست که در همه مذاکرات اونها رو هم لحاظ کنند. اونا میخوان که کسی پشت سر باقی نمونه. من اینجا به جمع متحصنین پیوستم تا از ایرانی آمریکایی هایی که در هر جای دنیا توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شدن حمایت کنم. من درد این زندانیان رو درک میکنم، چون خودم 444 روز تجربه گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی رو داشتم و میخوام که اون گروگان ها آزاد بشن. خیلی شب خوبی بود با توجه به اینکه دو هفته است که ما به این اعتراضمون ادامه دادیم. همدلی مردم رو دیدم، همدلی هاستیج اید، NSG و سایر سازمان هایی که با ما همکاری کردن، کمک کردن. بدون کمک اونها امکان نداشت ما بتونیم 14 روز تحصن داشته باشیم. نتیجه که از این تحصن خواستم داشته باشم و داشتیم، تونستیم این نتیجه رو بگیریم، توجه استیت دپارتمان به هاستیجای ما بود، به اسامی که هرگز بهشون اشاره نکرده بودن. ما تونستیم به اونها نشون بدیم که میدونیم که کارشون رو انجام ندادن. اختصار دستوری برای این هوای آلوده، برای ولی از تو درختهای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای Thank you for joining us at this vigil for freedom to support Shahab Dalili and Jamshid Sharmat's families. یکم احساساتی شدم. خیلی قشنگ بود، خیلی خوب بود. همه اینجا اومدن از مؤسسه‌های مختلف، مثلا هاستیج اید مؤسسه ای هستش که خودشون گروگان گرفته شدن، یعنی از بری روزن شروع میشه که سال 79 گروگان گرفته شده بود تا بچه های دیگه که الان هستن. و واقعا میبینی که این کمیونیتی که اینجا هستش توی دی سی، اصلا بیرون از کشور، خانواده های گروگان ها، یه احساس میکنه انگار خانواده خودت هستن، چون همون درد تو میفهمن و خانواده خودتو گرفتن ولی میبینی این هم آدم هستش که برشون مهمه و اون درد رو میفهمن و میان اینجا و با هم هستیم و میریم که تنها نیستیم. و امیدوارم که انقدر صدامون بلند باشه که تمام زندانیای تو انفرادی تو ایران که اینجا نمیتونم باشم و اینو نمیتونم ببینم، بدونن که ما به فکر همه شما هستیم و تا همه شما آزاد نشیم هیچ کی اینجا نمیخوابه و برای آزادی همه داریم میجنگیم. شب اومدم که حمایت کنم و همدردیمو نشون بدم به فامیلایی که عزیزانشون در ایران غیر عادلانه زندانی هستن، به علاوه هزاران ایرانیان که تو این نه فقط این یک سال، تو این سالیان زیاد و تو دست جمهوری اسلامی شکنجه خوردن و آسیب دیدن. اختصار دستوری برای این هوای آلوده، برای ولی از تو درختهای مهم نیست پشت کی وامیستیم، آیا شاهی هستیم، چپی هستیم، هرچی که هستیم ایرانی هستیم و اصلمون این هست، پشت هم باید باشیم. این تحصن دو هفته است که برقراره. میشه گفتش که برغم اینکه این دو خانواده در این تحصن بودن و مردمی که همراهشون کردن، اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هنوز پاسخ دقیق و درستی در مورد وضعیت این دو زندانی و زندانی‌های مثل اونها توضیح نداده و پاسخ نداده. اردوان روزبه، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن دی سی.